د خبرونه دوام ته خرغلاست. بخش افغانستان و جهان در یک هفته کسایی که مصروف بودن ندیدن خبرها رو میخواین باز هم جدیدترین معلومات حاصل بکنن از وضعیت افغانستان و جهان. این بخش حتما بیننده باشن و فرهناز فریبرز مهمان ما هستن. خوش آمدی فرج جان، صبح بخیر. سلام علیکم، وقت بخیر بسیره جان. امیدوار هستم که خودت و تمام هموطنان عزیز ما که در گوشه و کنار از افغانستان زیبا زندگی میکنن و در بیرون از افغانستان هر تایم که هست برشان خوش و خوب بگذره. تشکر، سلامت باشین. خب مستقیم میایم روی خبرها، چون هر هفته بعضی از خبرهای مهم و گزارش ها میمونه. بیاییم چه خبرهای جدید در افغانستان و جهان؟ در این هفته هم یک موضوع بسیار جالب بیرونی در کشورهای آسیای نایف مشکلشان چی است یا اتفاقات بسیار جالب رخ میده. کشته شدن اسماعیل هنیه، در کنار از او فرار نخست وزیر بنگلادش که پس از اعتراضات بسیار گسترده و هرج و مرج هایی که در این کشور صورت گرفت و قطع اینترنت، پس از یک ماه نخست وزیرش مجبور به استعفا و فرار به یکی از کشورها. این اعتراضات به خاطر استبدادی بودن این حکومت گفته شده بود، اما شیخ حسینه، کسی که در سال 1981 نماد از آزادی خواهی شمرده می شد و همچنان تمام اعضای خانوادهش از دست داده بود، خودش و خواهرش نزدیک به دو دهه در رأس حکومت به گونه مستقیم و غیر مستقیم قرار داشتند. هرچند این فرار با فرار اشرف غنی زیاد مقایسه می شد، اما خانم حسینه برای بنگلادش کارهای اقتصادی بسیار خوب را انجام داده. و اما معترضا و کسایی که در این کشور زندگی میکردن فقط علت هرج و مرج استبدادی بودنی حکومت دانستن. ظلم و استبداد زیاد بود و خیلی خوب است که مردم ظلم قبول نکنن و صدای خود بلند بکنن. البته اگر در زندگی شخصی ما هم باشه یا هم عموم باشه، اگر ظلم قبول بکنیم بالاخره قبولانده میشه و حق ما هم خورده میشه. بله، و زیاد از تحلیلگرا تحلیل کردن که از بین رفتن خانواده شیخ حسینه ایره به یک شخص مستبد تبدیل کرده بود، اما ای که تا کجای حقیقت داره برمیگرده و ای که خودش باید صحبت بکنه. اما این هفته هم افغانها در شمار از کشورهای بیرونی دچار مشکلات زیاده بودن، از جمله کشور ایران، و ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. بله، واکنش های بسیار زیاد را هم در پی داشته، اما متاسفانه این بار اول نیست که در مقابل افغان ها این چنین ظلم صورت میگیره، بلکه بارها و بارها با وجود که مقام های دولت افغانستان هم صدایشان بلند کرده و مردم هم، اما متاسفانه دولت ایران نمیفهم گوش شنوا ندارن یا ای که نمیتونن در مقابل مردمشان چیزی بگوین. این یک عمل بوده که بارها در مقابل مهاجرین افغان صورت گرفته. با وجود که هم زبان ما است و نزدیک و همچنان یکی از کشورهایی که روابط اقتصادی بسیار خوب با دولت افغانستان داره، اما متاسفانه ظلم بی حد در مقابل مهاجرین افغان هنوز ادامه داره. ویدیویی که دیدیم همه ما مطمئن هستیم، همه هموطنان دیدن، که خیلی دلخراش است و اصلا قابل دیدن نیست. امیدوار هستیم که مهاجرین ما بتونن زندگی خوب داشته باشن، بخصوص در کشورهای همسایه. و در جریان این هفته حسابدهی دولت به ملت است. کارکردهای نهادهای دولتی امرای رسانه ها و مردم افغانستان شریک میشن. شمار زیاد از سکتورهای دولتی دستاوردهای یک سال خود شریک ساختن با مردم، اما در این هفته وزارت مالیه یک گام بسیار مهم را برداشت و مالیه بخش رستوران های سیار و همچنان هتل های عروسی و گاز و نفت را در افغانستان 2% کاهش دادند. موضوعات بیشتر و جزئیات بیشتر در گزارش است، اما به اساس فرمان رهبر امارت اسلامی این اقدام صورت گرفته. بسیار خوب، میریم با هم جزئیات بیشتر را در گزارش میبینیم. کاهش در مالیات هتل‌ها، رستوران‌ها و تانک‌های تیل و گاز. مسئولان در وزارت مالیه میگویند که بر اساس فرمان رهبر امارت اسلامی، صاحبان تمام هتل‌ها و رستوران‌ها موظف به پرداخت تنها 2% مالیات بر عایداتند.
معین این وزارت می افزاید که از تانک های تیل و گاز 0.3 افغانی مالیات ثابت در هر لیتر گرفته می شود، در حالی که این میزان قبلا 0.6 افغانی در هر لیتر بود. با گفته آنان امارت اسلامی هموار تلاش می کند تا سهولت های لازم را برای مالیات دهندگان ارائه کند. در طول و هوتلون زخه 2% انتپایی مالیه اخیستل کیجی چه داد دوی لپاره یو لوی سهولت دی او بل سهولت د گازو او تیلو پمپونو تیل پمپ او تیلو پمپ سټیشنونو د ثابت مالیه په برخه کې رامنځته شوی دی چې مخکې به د گازو او تیل پمپ سټیشنونو لپی لیټر څخه شپیته پوله یا 0.4 افغانۍ اخیستل کېدلې چې اوس د نوي فرمان پر اساس دغه شپیته پوله 1.5 پوله ته راکمه شوې ده چې 0.3 افغانۍ کیږي. معاون اداری رئیس الوزراء در این برنامه میگوید که به منظور تسهیل در بخش مالیات جرایم مالیاتی شرکت ها معاف شده و معافیت قبلی تجارت از 150 هزار افغانی به 2 میلیون افغانی افزایش یافته و میزان مالیات از 0.5 تا 0.3% کاهش یافته است. معافیت مالیه اصناف از 1.5 افغانی تا به 2 میلیون و کسانی که فروشات آنها قبلا 1.5 لک بود در سال، اونها مکلف بودند به 0.5% باید مالیه میدادند. امارت اسلامی افغانستان تصمیم گرفت کسایی که فروشات آنها در سال تا 2 میلیون باشد، همه اصناف و کسب و کارها از مالیه معاف شدند. مسئولان اتحادی گاز و پیشاوران از فراهم آوری تسهیلات به ویژه در بخش کاهش مالیات استقبال می کنند. چیز موج د پمپو برق د پی کیلووات په 12.5 افغانۍ باندې نیول کیږي. د دې په خاطر چې زموږ وکولای شو نور مالیات ورکو چې څنګه د پارکی صنعتي څخه شپږ افغانۍ اخیستل کیږي، که چیرې زموږ سره دا تخفیف وسي دا به زموږ لپاره یو سهولت. ما شما تشکر میکنیم. این مالیه را که شما کم کردین، این بالا بس ملت افغانستان کرد. ما وقتی که مالیه بالای ما کم شد، با قیمت های ما پایین میره. اتون نیست. این تاثیری از این بالای ملت است. اگر بلند میره، با این بوج بالای ملت میره. یعنی مستحلق، یعنی استفاده کننده. با گفته مسئولان وزارت مالیه، هتل ها و رستوران های سیار که فروش روبوارشان کمتر از 750 هزار افغانی است با مالیات 2% و با فروش بیشتر از 750 هزار افغانی مالیات انتفاعی 5% را پرداخت نمایند. معین این وزارت از مالیه دهندگان می خواهد که مالیاتشان را به موقع پرداخت کنند. گزارش را از وزارت مالیه با هم دیدیم. میایم به خبرهای بعدی که فرجان با ما شریک می‌سازد. و خبر دیگه ای که پروازهای عربستان هم از شهر هرات آغاز شد و یک سهولت بسیار خوب برای مردم. بله، چقدر خبر خوب است. بله، و همچنان در این هفته شمار زیاد از سازمان‌های بین المللی هم در مورد شمار از کشورها به ویژه افغانستان، سودان و بخش از کشورهای اسلامی دیگر مثل فلسطین هم نشست را داشتن. گزارشم در این مورد داریم، اگر فرصت باشه ببینیم گزارشه. خب همکارا میگن که اگر فرصت داشته باشیم گزارش بعدی را هم میبینیم. خب بس فرصت داریم با هم گزارش هم میبینیم. در نشست مقدماتی این سازمان برای 50مین نشست شورای وزیران خارجه اعلام کرده است که وضعیت افغانستان و جموں و کشمیر تحت اشغال هند را بررسی کرده است. حسن طه افزوده است که این سازمان به بررسی تلاش‌ها و ابتکارات در زمینه برقراری صلح، امنیت، ثبات و توسعه در تمامی مناطق اسلامی می‌پردازد. وی تاکید کرد که تمامی بخش‌های اراضی فلسطین از جمله شهر قدس شاهد نقض آشکار قوانین بین المللی و قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل است. نشست 3 روزه مقامات ارشد کشورهای عضو در حالی برگزار می‌شود که آرمان فلسطین و قدس شریف بعد دلیل تجاوزات نظامی بی سابقه اسرائیل به نوار غزه و کرانه باختری با چالش ها و تحولات جدی مواجه است.
حسین طه همچنین بر ضرورت تحکیم تلاش‌های کشورهای عضو در سطح بین المللی برای اعمال فشار بیشتر به منظور اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل که خواستار توقف فوری تجاوز نظامی اسرائیل هستند تاکید کرد تا اطمینان حاصل شود که اقدامات کافی انجام می‌شود. نقش تسهیل کننده را در گفتگوها من حیث میانجی حمایت از صلح و ثبات با توجه به ماموریت سازمان ملل متحد، تسریع کمک های بشر دوستانه، مشاوره و همکاری های فنی، تلاش برای بهبود حقوق بشر و امثال هم انجام بده که متاسفانه پیوسته دست نگر دستگاه حاکمه سرپرست کنونی طالبانی است و با وظایفش عمل نمی کنه. تنها در عرصه تبلیغات این نشست و برخواست ها و تدویر کنفرانس ها عمل می کنه و متاسفانه بیشتر از اینه. امارت اسلامی میگوید که انتظار دارد تا این سازمان در تامین و تقویت همکاری ها میان افغانستان و کشورهای اسلامی از نزدیک کار کنند. ذبیح‌الله مجاهد می افزاید که این سازمان پروژه های انکشافیش را اثر گیرد و در بخش بانکداری افغانستان را همکاری کند. امیدوار دارم چې د اسلامي هیوادونو سره د اړیکو په ټینګښت کې دغه سازمان د افغانستان اسلامي امارت سره په نږدې کار وکړي. همدار از ځینې هغه پرمختیایي پروژې چې د اسلامي همکاریو د سازمان پورې اړه لري یا د بانکوالۍ په سیستم کې د همکاریو او کومک تمه کیږي، همداسې د پالیسیو په برخه کې د هیوادونو سره د اړیکو په تامین کې دوی څومره رول درلودلی سي، هغه توقع لرو چې دوی باید د افغانستان اسلامي امارت سره همکار واوسیږي او همنوا واوسیږي. پنجاهمین نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی قرار است در تاریخ 29 تا 30 آگست 2024 در جمهوری کامرون برگزار شود. گزارش با هم دیدیم و تشکر فرهناز فریدپور از که تشریف آوردن و باز هم جدیدترین معلومات با ما بیننده ها شریک ساختن. ممنون. ما هم وقفه میگیریم، برمیگردیم به ادامه برنامه. بخش تعبیر خواب حتما بیننده باشن کسایی که میخواین تعبیر خوابتان دریافت بکنه.